درود به شرف طرفداران نظام پادشاهی و خاندان پهلوی که در این موقعیت حساس سعید سکویی رو درک میکنند که چه برگی رو امروز رو زمین گذاشت و این برگ وجدان و شرف انسانیش و عشقش به خاک ایران و ملت ایران بود که با پادشاهش آخرین صحبتش رو در این روزهای حساس کرد. این موزل بزرگ و این دورنمای بس وحشتناک که اهورامزدای ایران میداند به کجا خواهد کشید، فقط و فقط با تشکیل دولت موقت به رهبری رضا شاه دوم، با تشکیل دولت موقت فعال که میهن پرستان و مسئول و منتخب اعلی حضرت، شخصیت های برجسته ای که عشق به ایران، به میهن، به خاک دارند، میتونه در مسیر عادی قرار بگیره و بلا فاصله، یعنی با جرأت و شهامت به شما قول میدم اعلی حضرت، ما اگر به این مرحله برسیم در طول یکی دو سه هفته آینده، من به شما قول شرافتمندانه میدم این رژیم با تمام ابهت توخالیش، این بادکنکی که با یک تلنگر میترکه، من سقوط این رژیم رو حتی روزش رو به شما اعلام میکنم، ساعتش رو به شما اعلام میکنم. امروز بدنه سپاه، بدنه بسیج، حتی بسیاری از بچه‌های اطلاعات امنیتی رژیم، ارتش، همه در انتظار اون دولت موقت و فرماندهی شما و رهبری شما و شخصیت‌های که شما منتخب می‌کنید برای اون دولت موقت، برای خلع، دوران خلعی که با تلنگر و سقوط این رژیم اولین فرمان از طرف اون دولت موقت به درون ایران فرستاده میشه. امروز، فردا دیره، شما اعلی حضرت میتوانید ایران رو به مسیر عادی خودش بلا فاصله بعد از سقوط این رژیم برگردونید و تمام آرمانهای شما که همون همبستگی و یگانگی ملی است که شما اعلی حضرت رضا شاه دوم 30 ساله به عنوان یک ایرانی موفق با تمام تلاشی که کردید موفق نشدید اون امروز فقط اتحاد رو، چون نمیشد اعلیحضرت، نشد دیگه، دیدیم نشد. کسانی که هنوز 31 ساله دارن جنایات این رژیم رو میبینن، به پادشاه فقیه، به آریامهر، به پدر شما، به پدر بزرگ شما، به پادشاهان ما هنوز فحاشی میکنن و نوک تیز حمله شون به اونها برای حفظ این هاست. ما صحبتی دیگه با اینا نداریم. 30 سال شما موها تمام سفید شده، این تجربه ها رو کردیم. مگه چند بار آدم یک راهی رو که بن‌بسته میره؟ بزرگترین زیبایی ها و ارزش های زندگی اعلی حضرت اونجاست که آدم زمانی که میگه من جانم رو برای آزادی ایران گذاشتم، از ته دلش بگه و واقعا گذاشته باشه، و وقتی واقعا بگه، از ته قلب بگه، برخلاف تمام عاد پاشو تو میدون میذاره و کارهایی رو که همه باهاش مخالفن، حتی کشورهایی که ما درش زندگی میکنیم میتونن اینجوری ما رو ترتیبمون رو بدن، پا به میدان بذاریم، و اونجاست که لخ ولنسا میشیم، اونجاست که گاندی میشیم، اونجاست که نلسون مندلا میشیم، و اونجاست که یک ملت فریاد رضا شاه جاوید شاه، رضا شاه جاوید شاه رو در درون ایران به صورت میلیونی سر خواهد داد. احمد اویسی باید بازنشسته شه، بره کنار، تا زمانی که هست همین وضعه. نمیخوام به شما بی احترامی کنم، ایشون مثل پدر شما هستند، اما اگر پدر من بخواد در آرمانهای ملی میهنی من دخالت کنه، بود و نبودش برای من مهم نیست دیگه. تا ته قضیه رو بخونید.
به یاد دارم شاهزاده، یک مصاحبه شما داشتید دو سه دهه قبل، فرمودید من به اختیار خودم ولیعهد نشده بودم، دست خودم نبود که به عنوان فرزند ذکور پادشاه و با نام خانوادگی پهلوی به دنیا آمدم. سرنوشت چنین خواسته بود و در حقیقت این وظیفه را سرنوشت بر عهده من گذاشته است. 40 سال قبل هنگام تولد یک وظیفه تاریخی بر شانه های من نهاده شد که البته من نمیتوانم آن را بر زمین بگذارم و یا فراموش کنم. مصاحبه اعلی حضرت در نیویورک تایمز، وظیفه ای رو که شما اعلی حضرت به اون اشاره کردید، سرنوشت و حیات ملی کشور من و تو، کشور من و شما و حیات ملی ایران روی شونه های شماست. به عبارت واضح تر، سرنوشت ایران، بود و نبود ایران، استقلال و وحدت ایران، سربلندی و رفاه ملت، آزادی و دموکراسی و در مجموع رستگاری ملت ایران رو، سنت و فرهنگ ایرانی رو و سپس آنچه که 100 سال پیش، 102 سال پیش، 104 سال پیش ایرانی ها به دنبالش رفتن در انقلاب مشروطیت، همه و همه به بر عهده ولیعهد و بعد از سوگند شما به پادشاهی رو شونه های شما گذاشته شد. از امروز به بعد بی اعتنایی به این وظیفه تاریخی که قانون اساسی مشروطیت برای شما اعلی حضرت رضا شاه دوم قائل شده و در تشکیل ندادن این دولت و تمام صحبتهایی که من کردم اگر به زودی و با سرعت انجام نپذیره، بی اعتنایی به سرنوشت ایران و ایرانی است. هیچ وظیفه شما اعلی حضرت، هیچ وظیفه شما شاخص‌تر و مهمتر امروز در زندگی شما مهمتر از انتخاب رئیس دولت، انتخاب معذرت بخوام، تشکیل دولت موقت و بودن رئیس اون دولت موقت و پیش برده اهداف ملت ایران که رسیدن به آزادی است و تمامیت ارضی ایران، این بزرگترین وظیفه تاریخی شماست. شما هم مشروعیت تاریخی دارید، شما مشروعیت سنتی دارید، شما مقبولیت بی حد و نصاب مردمی دارید و در نهایت این مشروعیت تاریخی شماست که به شما حکم میکنه وظیفه رهبری رو در این ساعات، در این دقایق، در این ثانیه ها که با شما صحبت میکنم، با تشکیل دولت موقت به ثمر برسونید. اعلی حضرت رضا شاه دوم، صراحتاً به شما میگویم و از شما میخواهم که بدانید، امروز ملت ایران بر یک بهتره بگم بر سر یک دوراهی قرار گرفتند. ملت ایران بر سر دوراهی مرگ و زندگی قرار گرفتند اعلی حضرت، و موقع آن رسیده که همه ما خواه ناخواه انتخاب قطعی خودمون رو بکنیم. شاهزاده، شما باید تصمیم نهایی خودتون رو بگیرید، زیرا دیگر کشور من، کشور شما، ایران ما توانایی این آزمایش کمرشکن رو بیش از این نداره. هستی این ملت و تمامی دستاوردهاش، خواه سیاسی، خواه اقتصادی، خواه اجتماعی، خواه فرهنگی، به آستانه نابودی رسیده. به دختران و پسران ایران زمین تجاوز میشه. ناموس ایرانی رو دارن صادر میکنن. تمام مملکتمون رو چپاول کردن. کشورمون در خطر تجزیه است اعلی حضرت. فرصتی برای امروز و فردا کردن دیگر نیست شاهزاده.
یا باید راه خودمان را به طور قطع روشن کنیم و یا این ننگ رو به خودمون بپذیریم که سند مرگ 3000 سال موجودیت ملی ایران رو به دست خودمون امضا کنیم. میریم.